کودکان بی سرپرست از نبود مکان معیاری و فضای مناسب برای فراگیری آموزش در هرات انتقاد دارند. از سوی مسئولان پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری از افزایش کودکان بی سرپرست در این پرورشگاه ابراز نگرانی می کنند. به گفته یاران این پرورشگاه ظرفیت بیشتر از 100 کودک را ندارد. همزمان با این اداره کار امور اجتماعی هرات نیز از افزایش کودکان کار در سطح شهر خبر می دهد. همکارم با گزارشی در این مورد. میگوید 7 سال است که در پرورشگاه دخترانه خواجه عبدالله انصاری شب و روزهایش را به دور از والدینش سپری می کند. پدر ندارد و مادرش هم به دلیل مشکلات اقتصادی فرزندش را به این پرورشگاه سپرده است. رومینای 12 ساله هدفش را در آینده نشستن در پشت میز طبابت تعیین کرده و میگوید که از این مکان قصد دارد با آرزوهایش دست پیدا کند. تنها این رومینا نیست، بلکه صدگل و دهها کودک دیگری که در این پرورشگاه آموزش داده می شوند آرزوهای را در سر دارند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند. تو دارم کسشون به جامعه که خدمت کنم و دگرها مثل خود خو که دگرها که ایتنه هم زنو خدمت کنم. خب اینجا یعنی جا خوبیه، ما رسیدگی میشه ایتن نیاز، یعنی فکر نمی کنه که ما پیر مادر نداریم. پدرم به زندانم تقریبا 7 سال میشه، بعد 14 سال دگم بمونه. هرچند کودکان پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری چندان خواسته ندارند، اما مشکلات اقتصادی از دلایل عمده حضور آنان در این مکان است. با این حال مسئول پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری میگوید بزرگترین مشکل سد راه آنان نبود مکان مناسب درسی برای آموزش کودکان بی بضاعت است. بزرگترین مشکلی که است در بخش دخترانه مشکل جای هست، چون فضای آموزشی خوب به اینجا برای آماده نیه. اگر معیاری نیه اتاق اینا مثل دیگه، چون بر اتاق ما باید 10 نفر مطابق به نام داشته باشیم، ولی اینا بیشترن. با گفته یه مسئول این پرورشگاه، کودکان بی بضاعت علاوه بر برنامه های داخلی، برنامه های آموزشی دیگری نیز در برخی مکاتب دارند. با توجه به این گفته ها، اداره کار و امور اجتماعی هرات هم از افزایش شمار کودکان کار در شهر خبر داده و میگوید که آنان در تلاش حمایت بیشتر از این قشر هستند. و در کل حدود 400 طفل تحت پوشش ما هست، اما این محلات ما تکافوی جذب نمی کنه و به صدها طفل دیگر ما که مستحق شمولیت به پرورشگاه هستند در هرات داریم، اما متاسفانه به خاطر نبود امکانات اونا را جذب کرده نمیتونیم. با این وجود کارشناسان حقوقی نیز ضمن انتقاد از عملکرد حکومت در راستای حمایت و پشتیبانی از کودکان کار تاکید دارند که باید کارشوه مناسبی برای آموزش و پرورش این کودکان سنجیده شود. رسیدگی دولت ما اصلا نمیتونیم به فیصدی هم بیاوریم. متاسفانه مسئولین ریاست کار در ولایت هرات و در هر ولایت دیگری از محدودیت امکانات بودجه همیشه شکایت دارن و نمیتوانن همه اطفال را تحت پوشش قرار بدن، به علت ای که دولت امکانات را به دسترس نادهای ولایتی نمیگذاره. بر اساس آمار اداره کار و امور اجتماعی هرات، همکنون بیش از 10,000 کودک کار در هرات مصروف انجام کارهای شاقه هستند. با این حال نگرانی ها از قربانی شدن این کودکان و سوء استفاده هایی از آنان نیز در جامعه مطرح می شود.